به نام خدا. سلام. خب توی قسمت قبلی با هم دیگه راجع به ذخیره سازی توی خزشگر صحبت کردیم و رفتیم سراغ پایگاه داده های رابطه ای و دیدیم که چجوری با استفاده از شاردینگ و حالا یه جوری حتی نیو اس کیو ال ها می شود یه جورایی از پس ذخیره سازی بر اومد، ولی گفتم که شاردینگ داره چالش های زیادی داره. یه راه سرراستر برای ذخیره سازی در حجم بالا و کلان داده برای مخصوصا یک سرچ انجین استفاده از پایگاه داده های نو اس کیو ال هست که خب مطمئنم اغلبتون باهاشون آشنایی زیادی دارید. نو اس کیو ال زیادی وجود دارن، مثل مانگو دی بی، نمیدونم کسندرا، اچ بیس و خیلی چیزایی مثل این. ولی جالبه که بتونید که داستان نو اس کیو ال چجوری شروع شد. داستان نو اس کیو ال از بحث گوگل و بیگ تیبل شروع شد. گوگل خب یک سرچ انجین بود، همجوری خزشگر داشت، می‌خواست وب گراف ذخیره کنه و خیلی چیزایی مثل این، و یه جایی دید خب من نمیتونم روی ماشین ذخیره کنم، مخصوصا ماشینای اون زمان اولی سال 2000 که به سختی مثلا 100 گیگ هارد داشتن. نشستم با خودشون فکر کردم، گفتم چیکار کنیم؟ دیتابیس رابطه‌ای که پاسخگوی ما روی یک ماشین نیست، بیایم چیکار کنیم؟ بیایم یک ذره از پیچیدگی‌های دیتابیس رابطه‌ای رو کم کنیم، مثلا زبان اسکیلش رو حذف کنیم، سکندری ایندکس ها رو اینا رو حذف کنیم، ولی در ازاش یک کاری کنیم که یک دیتابیس داشته باشیم روی چندین و چند ماشین بشه توزیعش کرد. و پس اصل اول این بود که بشه توزیعش کرد و این توزیع شدگی رو در حد چند صد و یا چند هزار و یا چند ده هزار ماشین بشه بردش بالا و پتابایت ها داده روی این ذخیره سازی کرد، چون نیاز من گوگل اینه که پتابایت ها داده ذخیره کنه. اما این نکته ای وجود داشت که این گوگلیا گفتن خب ما درست اسکیل بالا و روی چند ماشین نصب شدن چالش هایی رو به همراه داره. این چالش هایی که روی دیستریبیوت کردن داده پیش میاد، خب چالش های متنوعی هست. اولا بحث توزیع، خود همون توزیعه هست، بحث تحمل خطا هست، یعنی چجوری من اگه یه ماشین بترکه یه ماشین خراب بشه، حتی شما 1000 تا ماشین دارید، خب طبیعیه روزی یکی تا ماشینش خراب بشه، هاردش بترکه، برقش بترکه، سی پی یوش خراب بشه، سیستم نباید بخوابه، باید تحمل خطا داشته باشه. و بحث بعدی هم بحث مقیاس پذیری یا اسکیلبیلیتی هست. بحث مقیاس پذیری اینه که یعنی اگه من سیستم دارم که الان با 10 تا ماشین داره کار میکنه، اگه 10 تا ماشین دیگه اضافه کردم عملکردش بهتر بشه، ظرفیتش بیشتر بشه، پرفورمنسش بالاتر بره. حالا این چالش ها رو ما داریم توی این داستان، ولی گوگل دیدن اوکی ما درسته یه ذره چالش های جدید داریم توی زمینه در واقع استفاده از توی دیستریبیوت کردن دادمون، ولی یه دونه هم چیز داریم، یه سری هم فرصت داریم، و اونم اینه که اینجا ما اغلب جداولی که داریم اصطلاحا جداول سینگل و بدون رابطه هستن. مثلا یک جدول برای لینکام دارم، یک جدول برای مثلا داکیومنت استور هم دارم و یک جدول برای وب گراف هم دارم، و اینا هیچ ربطی به هم ندارن. یعنی فارن کی و در واقع فانکشنال دیپندنسی به این داده ها معمولا وجود نداره. پس انگار من یک جدول خیلی بزرگ رو میخوام توزیع کنم بین چند تا ماشین. اینجوری نیست که یک پایگاه داده رو بخوام چیز کنم. تو اینجا بس شکستن یک جدوله، و خب شکستن جدول خیلی هم کار سختی شاید نباشه. حالا نمیگم خیلی کار ساده ایه. یکی از راحت ترین کار برای شکستن جدول استفاده از همون تکنیک های شاردینگ که اونجا دیدیم، یعنی بر اساس پرایمری کی، بر اساس کلیدی که دارم بیام قضاوت کنم که بعد برم سراغ چه ماشینی. یکی از روش هایی که مثلا وجود داره استفاده از کانسیستنت هشینگ هست، که الان من نمیخوام خیلی راجعش صحبت کنم، ولی حتما راجعش خودتون بخونید، فکر کنم درس سیستم های تولید شده بعد خونده باشید، اگر نخوندید برید بخونید. کانسیستنت هشینگ اینجوریه که شما یک کلید بهش میدید به این هش فانکشنه و این به شما یه اسلات برمیگردونه، مثلا اسلات میتونه شماره ماشینه باشه، و حالا یه سری تمهیداتی هم داره که اگر ماشین اضافه بشه یا اگر ماشین کم بشه من چجوری بتونم این کار رو حلش کنم. حالا من اینجا خیلی نمیخوام اذیتتون کنم و راجع به جزئیات بیگ تیبل بیام باهاتون صحبت کنم، کتاب یه سری توضیحاتی داده، ولی خب این بحثا بیشتر واسه درس کلان داده هست که راجع به بیگ تیبل یا چیز توضیح صحبت من با اتون. من الان میخوام بیشتر راجع به
ورینت های مختلف پایگاه دادای نو اسکیل براتون صحبت کنم، و این رو هم بدونید که ما توی یک سرچ انجین معمولا دنبال، همونجوری که توی ویدیو قبلی هم گفتم، دنبال کی ولیو استور هستیم بیشتر. یعنی ما معمولا یه کلید میدیم و یه ولیو میخوایم بگیریم، مثلا کلید ممکنه یو آر ال باشه، ولیوش اطلاعات اون یو آر ال باشه، کلید مثلا داک آی دی یه داکیومنت باشه و ولیوش متنش باشه، ما بیشتر دنبال این هستیم. و تقریبا از اغلب پایگاه دادای نو اسکیل تو این زمینه میشه استفاده کرد، منتها هر کدوم پرفورمنس های مختلف دارن. حالا ما توی زمینه پایگاه دادههای نو اس کیو ال تایپ های مختلفی مطرح هستن. بذار دونه دونه با هم یه بررسی بکنیم. اولین تایپی که مطرح میشه که ساده ترینشون هست همین کی ولیو استور ها هستن اصطلاحا، که یه کلید میگیره یه ولیو، فقط همین، در همین حد و چیز خیلی پیچیده ای نداره. خب کی ولیو استور ما واقعا خیلی زیاد راجع بهش داریم، ولی معروف ترین کی ولیو استور اگه من بخوام بهتون بگم یک پروژه ای هست، اینو ببندم من دفعه قبل مونده، به نام ولدمورت، مال لینکدین هستش. پروژه ولدمورت از همون داستان های هری پاتر و این حرفا اومده. ولدمورت یه دیستریبیوتد کی ولیو استوریج سیستمه که جالبه، به ازای هر نودش، یعنی روی چند تا ماشین نصب میشه، روی شما روی هر ماشین یک استوریج انجین ماژولار دارید، یعنی میتونید استوریج انجینش رو عوض کنید، مثلا میتونید از مای اس کیو ال استفاده کنید، میتونید از برکل دی بی استفاده کنید و خیلی چیزای دیگه. خیلی چیز باحالیه، اگه خواستید نگاه کنید تو خیلی از پروژه‌ها فکر کنم به درتون بخوره. خیلی چیزای خوبی رو انجام میده ولدمورت، رپلیکیشن داره، یعنی داده رو تکرار میکنه، پارتیشنینگ اتوماتیک داره، اسکیلبیلیتی خیلی خوبی داره، فیلیر هندلینگ داره و خیلی چیزای دیگه. در کنار ولدمورت که حالا مثالشو بنویسم اینجا، گزینه‌های دیگه هم مطرح میشن، مثل گزینه‌های درون حافظه‌ای مثل ردیس و یا حتی ممکشت، که نه البته فقط درون حافظه‌ای هستن، حواسمون باشه فقط با استفاده از حافظه کار میکنن، ولی اینا رو هم ما داریم، یعنی در کنار ولدمورت، ردیس و ممکشت و گزینه‌های دیگه هم برای کی ولیو استور هست، مخصوصا برای کی ولیو استور توی یک ماشین خیلی گزینه های مختلفی وجود داره. یه سری سلوشن گوگل داره، یه سری سلوشن فیسبوک طراحی کرده، مال گوگل لول دی بی خیلی معروفه و فیسبوک هم یه آلترناتیو دیگه ای داشت که الان خیلی کارش گرفته، سرچ کنیم بهش میرسیم، بگیم فیسبوک علامت یه راکس دی بی، یه پلنگی هم هست علامتش. این راکس دی بی هم البته روی ماشین فقط نصب میشن، حواسمون باشه روی چند تا ماشین نصب نمیشن، ولی چیزای خیلی باحالیه، یعنی اگه راکس دی بی اصلا روی ماشین هم خواستید استفاده کنید خیلی چیز کولیه. پس ساده ترین نو اس کیو شد کی ولیو استور ها، که واقعا توی کرالر و سرچ انجین هم به درد میخورن، مثلا تو داک استور واقعا به درد اون میخورن. یه ذره پیچیده تر که میشن، یه ورینت بیشتری وجود داره به نام کالمنار یا پایگاه داده های یه جورایی میشه گفت بهشون میگن ستونی. معروف ترینی که وجود داره همون بیگ تیبلیه که خدمتون گفتم. گزینه های اوپن سورس بخوایم بگیم، میتونیم از اچ‌بیس و حتی از کساندرا نام ببریم. اینجا حالا اینجوریه که شما یک ردیفی که دارید در قالب یک سری کالم فامیلی و یک سری کالم تعریف میشه، هر کالم فامیلی معمولا میتونه به تعداد نامحدودی کالم داشته باشه، ولی معمولا میگن یک جدول بیشتر از مثلا 3 4 5 تا دیگه کالم فامیلی نداشته باشه چون پرفورمنس شدیداً دراپ میکنه. توی این فیلد میشه گفتش که کاساندرا و اچ پیس هر دو واقعا پختن. من یادمه که ما توی سرچ انجینی که خودمون زمان توسعه میدادیم از اچ‌پیس و کاساندرا هر دو استفاده میکنیم و واقعا هم اسکیلبل بودن و هم پرفورمنس خیلی خوبی داشتن، البته چالش های خودشون رو مخصوصا برای نگهداری دارن، ولی خب جوابگوی ذخیره سازی شما در سرچ انجین هستن. یه نوع دیگه ای که وجود داره داکیومنت استور ها هستن که معرفترشون مانگو دی بی هست، بریم بالا، و حتی میشه الاستیک رو اضافه کرد بهش، الاستیک سرچ
میشه گفت که یه جورای داکیومنت استوره، در حالی که حالا بیشتر یه میشه گفت ایندکس توضیحات، حالا بعد از سرچ انجین میشه گفت فول تکست سرچ انجین هم هست. ولی خب تو اینا معمولا داده در قالب جیسون تحویل سیستم داده میشه، بهش میگن داکیومنت. شما میتونید فیلدهای مختلف داشته باشید، نست داکیومنت داشته باشید، خیلی سه پیشیده. من حالا خیلی نمیخوام بازم وارد هر کدوم بشم، بیام براتون توضیح بدم، خودتون میتونید مطالعه کنید و هر کدوم که را دستتون بود انتخاب کنید. و یک گزینه آخری هم که وجود داره که حالا کمتر اینجا میشه استفادهش کرد ازش، گراف دیتابیس ها هستن. مثلا مثل نو4جی. حالا به نظرم اینایی که بهتون گفتم کافیه. حالا نو4جی به کنار برید، ممنون از گزینه های بالایی مثلا از ولدمورت، از اچ‌اسپیس، از مانگو میشه برای مثلا داکستوره، برای حتی نگهداری وب گراف حتی استفاده کرد، حتی برای نگهداری لینک تیبل هم میتونیم استفاده کنیم. معمولا الان دیگه همشون نسبتا خوب اسکیل میکنن. قدیم خب خیلی مشکل داشتن، من یادم، ما خودمون خیلی سعی میکنیم از شاردینگ های دستی استفاده کنیم که سرعت خوبی داشته باشیم، مخصوصا برای داکیومنت استورامون، ولی الان میشه گفت اغلبشون به یه سرعت خوبی رسیدن. من این نکته هم بهتون بگم، معمولا این سیستم های نو اس کیو ال چون تو زیرشون از فایل های ایمیوتبل برای نگهداری داده استفاده میکنن، شاید تو رید خیلی خوب باشن ولی تو رایت شدیدن ضعیفن و رایت خیلی فشار بهشون میاره، یا فشار بهشون میاره یا بسیار کندشون میکنه. حالا تو این بین کسانرا خیلی ادعا داره که من رایت هم اسکیلبل و قهرمانم و این حرفا، ولی خب از نوع در واقع کانسیستنسیش ایونچوال هست و خیلی هم بعضی وقتا نمیشه روش حساب کرد که داده خیلی رو فرمی بهمون بده و لیتست بده. ولی خب در هر صورت از این مواردی که من خدمتتون گفتم برای ساختن یک سرچ انجین و ذخیره سازی نیازمندی های مخصوصا خزشگر میشه استفاده کرد و پاسخگو هم هستن. خب ببینیم به جای خوبی رسیدیم، فکر میکنم بس باشه دیاره. به نظرم به جای خوبی رسیدیم، ما یه گذری با همدیگه روی نو اس کیو ال زدیم، چالش هاشو یه ذره دیدیم و با تایپ های مختلف نو اس کیو ال آشنا شدیم. شما الان چند تا حداقل اسم از نو اس کیو ال ها میدونید؟ من نمیخوام تخصص رو بهش صحبت کنم چون به نظرم این درس جاش نیست، که درس کلام داده بیشتر جای بحث کردن راجع به پایبرات نو اس کیو ال هست. حتی شاید هم بعضی وقتا همچنین درسی توی دانشگاه ایران تعریف نشده دیتابیس های نو اس کیو ال. اون بر من دیدم درس های نو اس کیو ال دیتابیس ها رو دارن، حالا شاید هم باید درس مجزایی میتونه داشته باشه. ما الان خیلی نمیتونیم دیگه واردش بشیم و من ترجیح میدم واردش نشم چون میدونم که خسته کننده خواهد شد. همینجا به نظرم دیگه بحث کرالر رو ببندیم. فقط یه نکته هم بهتون بگم، در زمینه کرالر و کلا مثلا داکستورها کامپرشن به شدت افکتیوه. ما توی کامپرس کردن بین فضا، یعنی چقدر حجم بگیریم و چقدر سی پی یو صرف کنیم برای کامپرشن و دیکامپرشن، معمولا هزینه های زیادی، یعنی هزینه نه، منظورم اینه که مصالحه زیادی میشه کرد، اصطلاحا ترید آف های مختلفی میشه کرد. الگوریتم های خیلی مختلفی وجود دارن، از الگوریتم های معروف مثل جی زیپ بگیرید که نسبتا کامپرشنش خوبه، سرعتش هم نسبتا خوبه. بیزیپ هست که کامپرشنش خیلی خوبه، سرعتش کمه. ایکس زی هست که کامپرشنش خیلی خیلی خوبه ولی سرعتش بسیار کنده. ال زد او هست که کامپرشنش کمه ولی سرعتش بسیار خوبه. اسنپی هست، خیلی زیادن. مثلا براتلی هست که گوگل داده که کامپرشنش فکر کنم در حد جی زیپ ولی سرعتش خیلی بیشتره. ال زد 4 هست که من خیلی ال زد 4 رو دوست دارم، سرعتش فوق العاده خوبه، فوق العاده اصطلاحا قابل حمله و خیلی چیزای مختلف هست. ولی از کامپرشن هم شدیدا میشه استفاده کرد، مخصوصا برای ذخیره کردن داکستور ها و داکیومنت استور. تکست شدیدا کامپرسبل، معمولا یک هفتم حجمش کم میشه و حتی کامپرشن های خیلی ساده، بعضی وقتا تا 10% تا 7-8% میشه رسون، یعنی 100 بکنید 7-8 از XZUN استفاده کنید. از کامپرشن هم در ذخیره سازی غافل نشید که بسیار حیاتی و بازیکننده است، اما در نظر داشته باشید که خیلی وقتا کامپرشن سی پی یو و بار پردازش زیادتری به شما وارد می‌کنه، بنابراین حواسمون باید باشه.
معمولا میگن سعی کنید از کامپرشن های کم هزینه مثل اسنپلی و الزد و براتلی و الزد پور استفاده کنید که به سرعتتون خدشه وارد نشه. یه کامپرشن خیلی خفن فیسبوک داده که الان یادم نمیاد، رقیب این براتلی، حالا اگه خواستید خودتون سرچ کنید و ببینید. من دیگه نمیخوام ویدیو خیلی طولانی بشه چون حس میکنم داره کش میاد. دیگه جو باتون خدافظی میکنم تا قسمت بعد که ببینیم به کجا قرار برسیم. فعلا خدا نگهدار.